سلام، با ما همراه باشید با مشروع خبرهای امروز. نازنین کاظمی هستم و من بردیا جلالی. احمد توکلی: اعضای شورای نگهبان معصوم نیستند، ممکن است اشتباه کنند. ایران باز هم به نقض حقوق اقلیت‌های دینی متهم شد. سازمان ملل نسبت به وضعیت شهروندان بهائی هشدار داد. آمریکا نام 20 شرکت و شهروند ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، از شورای نگهبان به خاطر آنچه شاد کردن دل ملت ایران نامید تشکر کرد. شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اسفندیار رحیم مشایی نزدیکترین چهره به محمود احمدی نژاد را رد صلاحیت کرده است. پیش از این اظهار نظرهای علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، مبنی بر مهندسی انتخابات توسط این نیرو و واکنش‌های جامعه به این سخنان، منجر به اظهار نظر فیروزآبادی در این زمینه شده بود. آقای فیروزآبادی گفته بود مهندسی انتخابات در نیروهای مسلح یعنی اینکه شاخصها را به این نیروها معرفی کنیم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای فیروزآبادی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران، شورای نگهبان را شورای با استقامتی دانست که باید از آن تشکر کرد. احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، میگوید مردم حق دارند بدانند چرا شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را رد کرده است. احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس و از منتقدان رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات ریاست جمهوری به شمار میآید. آقای توکلی دیروز در گفتگو با وبسایت تسنیم گفته است شورای نگهبان باید به گونه ای عمل کند که جایگاهش حفظ شود. او افزوده است که اعضای شورای نگهبان معصوم نیستند و ممکن است خطا یا اشتباهی داشته باشند. بنابراین از نظر این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، راه شکایت و اعتراض به آنها نیز باز است. سایت احمد توکلی یکی از نخستین رسانه‌های ایران بود که در فردای رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی انتقادات صریحی به شورای نگهبان وارد کرد، اما این انتقادات ساعاتی بعد از این وبسایت حذف شد. و علی شیرازی در استودیو با ماست. آقای شیرازی، هاشمی رفسنجانی بیانیه خودش رو امروز بالاخره صادر کرد. نظرتون در مورد بیانیه چه بود؟ چون برخلاف چیزی که همگان انتظار داشتن، بیانیه تند و تیزی نبود. نه، همونجور که شما فرمودین بیانیه آرامی بود و خیلی کوتاه، اما چند نکته درش بود که قابل ذکره. یکی از نکاتی که به نظر من مهم بود این بود که برای اولین بار آقای خامنه ای رو با لفظ رهبری و نه مقام معظم رهبری مورد خطاب قرار داده بود که این مهم بود چون برای اولین بار اتفاق افتاده بود. نکته دوم در این بیانیه این بود که ایشون در این بیانیه از کسی حمایت نکردن، یعنی برخلاف اون که میگفتن خب آقای هاشمی اگه بره کنار ممکن از آقای روحانی حمایت بکنه، این کار رو نکردن. و اونجوری هم که از متن بیانیه برمی اومد گفتن هر کسی خودش تصمیم بگیره، یعنی برای کسی تعیین تکلیف نکردن و از کسی هم اعلام حمایت نکردن. لحن بیانیه به گونه‌ای بود که آدم احساس می‌کردش که ایشون همه چی ناامید شده و از طرفی بار مسئولیت رو از رو دوش خودش برداشته می‌بینه و با این لحن بیانیه رو داده بودن و از این جهت جالب توجه بود. صحبت‌های آقای توکلی هم داشتیم، نماینده اصولگرای مجلس، که گفته بودن مردم حق دارن بدونن شورای نگهبان چرا صلاحیت نامزدها رو رد کرده. نظرتون در مورد صحبت‌های آقای توکلی چیه؟ بله، همونجور که فرمودین آقای توکلی گفتن که خب اعضای شورای نگهبان هم انسان هستن و معصوم نیستن و ممکنه اشتباه بکنن. اما نکته جالب توجه در اظهار نظر آقای توکلی این هست که آقای توکلی به گونه‌ای میشه گفت نماینده طیف اصولگرای سنتی هست و با این موضع‌گیری که با توجه به اینکه آقای توکلی حتی رقیب آقای هاشمی بود در زمانی که آقای هاشمی به ریاست جمهوری رسید، آقای توکلی با ایشون رقابت میکرد و در خیلی جهات به ایشون انتقاد داشت، ولی نکته قابل توجه این بودش که در این بیانیه از ایشون حمایت، یعنی در این متنی که روی سایت الف گذاشته بودن، از آقای هاشمی حمایت کرد و این نشون دهنده موضع راست سنتی هست که از آقای هاشمی حمایت میکنن و به گونه‌ای روبروی رهبر جمهوری اسلامی ایستادن. درسته. و یک سال دیگه، مؤسسه خرد نظرسنجی رو انجام داده در مورد انتخابات.
در مورد موضوع نظرچنجی و نتیجه‌ای که داشته میشه مقدار برامون توضیح بدین؟ بله، این مؤسسه خرد مؤسسه بسیار معتبر و مهمی است، چون وابسته است به وزارت اطلاعات. بله. بعد از ثبت نام آقای هاشمی این مؤسسه نظرسنجی انجام داد و این نظرسنجی رو نتایجش رو در اختیار آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات قرار داد و آقای مصلحی در جلسه‌ای که با اعضای شورای نگهبان داشتن نتایج این نظرسنجی رو اینگونه اعلام کردند که حضور آقای هاشمی مساوی است با سونامی رای دهندگان به ایشون و این سونامی مطمئناً از حوادث سال 88 و دوم خرداد بدتر خواهد بود و همین نظرسنجی بوده که بعضی ها میگن منجر به رد صلاحیت آقای هاشمی شده و اصلا نخواستن که وارد عرصه بشه. همونجور که شما در خبرها هم حالا گفتید یا بعدن میگید، آقای علم الهدا هم گفته که ما وقتی خدمت های رهبری رسیدیم گفتن که من حکم حکومتی نخواهم داد و نظر شورای نگهبان را قبول دارم. دلیلش دقیقا همین نظرسنجیه که مطمئن هستن که آقای هاشمی با فاصله خیلی زیادی از دیگر رقبا برنده میشد و حمایتی که از ایشون به وجود می اومد از دوم خرداد و سال 88 بیشتر بود. سپاسگزارم از حضورتون، مرسی. و به خبر برگردیم. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، در مورد هر گونه حاشیه سازی در انتخابات ریاست جمهوری که حدود 20 روز دیگر برگزار خواهد شد هشدار داد. آقای احمدی مقدم پیش از این در روز چهارشنبه نیز گفته بود نیروی انتظامی مراقب است که هیچ حاشیه‌ای برای انتخابات به وجود نیاید. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی مقدم امروز در جمع انصار حزب الله گفته است نیروی انتظامی برای برخورد با اختشاشات و حاشیه سازی هواداران نامزدهایی که صلاحیت آنها رد یا تایید شده کاملا آمادگی دارد. در اسامی تایید صلاحیت شده های 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری که سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه اعلام شد، اسامی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و اسفندیار رحیم مشایی، نزدیکترین چهره به محمود احمدی نژاد رئیس دولت ایران، به چشم نمی‌خورد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به مصداقیت انتخابات ریاست جمهوری ایران تشکیک کرد. انتقادهای کری به رد صلاحیت‌هایی است که توسط شورای نگهبان صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری در کنفرانسی خبری در اسرائیل گفته است که شورای نگهبان از 700 نامزد احتمالی ریاست جمهوری تنها آنهایی را برگزیده که به منافع خود همراستا باشند. او افزوده است که انتخابات ریاست جمهوری ایران با معیارهای آزادی و شفافیت انتخابات در بیشتر کشورهای جهان تطابق ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته است که نشانه های نگران کننده ای از دخالت دولت ایران در اخلال در شبکه اینترنت وجود دارد. و نوبت میرسه به یک جمله و یک خبر. محمد رضا نقدی: سازش با آمریکا در این لحظه سرنوشت ساز تاریخی لکه ننگی بر پیشانی ملت ایران خواهد بود. حیدر حجتی نیا: نبود هاشمی نه تنها مشکلی ایجاد نمی کند، بلکه اتفاقا عدم حضور او به نفع کشور و نظام است. احمد توکلی: اعضای شورای نگهبان معصوم نیستند. علیرضا پناهیان: رشد سوء تفاهم در جامعه سلاح امروز دشمن است. علاءالدین بروجردی: انتخابات ریاست جمهوری عرض اندام اقتدار ملی است. محمد علوی گرگانی: عملکرد ما موجب فرار مردم از دین شده است. علی لاریجانی: قالیباف به دنبال جمع‌آوری رأی حلال است. 8 نفر از بهائیان ایران به اتهام تشکیل و اداره تشکیلات غیرقانونی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران به 5 تا 10 سال حبس محکوم شدند. از آنجا که در سرشماری رسمی مذهب افراد مورد پرسش قرار نمی‌گیرد، داشتن آمار دقیقی از اقلیت‌های دینی در ایران دشوار است. اما بر اساس آمار غیررسمی گفته می‌شود حدود 300 هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند. پیروان بهاییت در سال‌های اخیر با فشارهای بیشتری از سوی حکومت مواجه بودند.
بر اساس اخبار رسیده به تلویزیون رها، در دادگاهی که در 4 اردیبهشت ماه برگزار شده است، فرهاد فهندش و عادل نعیمی هر کدام به 10 حبس و فرهمند سنایی، سیامک صدری، کمال کاشانی، فاد فهندش، کوروش زیاری و پیام مرکزی هر کدام به 5 حبس محکوم شدند. همه این افراد در زندان رجایی شهر به سر می‌برند. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواست تا حقوق پیروان بهائیت را محترم بشمارد. ایران بهائیت را به عنوان اقلیت دینی به رسمیت نمی‌شناسد. بهائیان در ایران حق داشتن شغل دولتی ندارند و فرزندانشان نیز اجازه ورود به دانشگاه را ندارند. سایت جامعه بین‌المللی بهائیان دیروز اعلام کرد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل نسبت به وضعیت بهائیان در ایران ابراز نگرانی کرده است. سازمان ملل از محرومیت این اقلیت دینی از حق استخدام در بخش دولتی، مؤسسات آموزش عالی و برخورداری از حقوق بازنشستگی انتقاد کرده است. دیروز نیز سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود نوشته بود حداقل 177 بهایی در ایران در بازداشت به سر می‌برند. با پدیده ثابتی از لندن در مورد گزارش سالانه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد گفتگوی کردیم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. طبق یک گزارشی که توسط سازمان کمیته مربوط به حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی سازمان ملل متحد تهیه شده، وضعیت حقوق بشری ایران رو مورد بررسی قرار دادن. تحقیقاتی شده و در این طبق نشست‌هایی با نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد سوال و جواب‌هایی شده و این گزارش تهیه شده. در به طور کلی باعث خوشنودی هستش که در این گزارش از دولت ایران خواستن که حق و حقوق شهروندی تمام ایرانیان رو بدون تبعیض و علارغم باورها و عقاید مذهبی و بدون اینکه تبعیضی قائل بشن اون رو تضمین بکنه، که این واقعا باعث خوشنودی هست. و مسئله بسیار ظریفی که در اینجا بهش اشاره شده اینه که، و این سوال یکی از نمایندگان ایران در این مجالس شده، گفتن بهشون که شما برای اینکه حق و حقوق مردم رو، شهروندی مردم رو تضمین بکنید، چه احتیاجی هست که عقاید اونها رو به رسمیت بشناسید؟ این در دست هیچ دولتی نیست. انتخاب عقیده و باورها یک مسئله شخصی هستش و هیچ احتیاجی نیست. ما از شما خواستاری نیستیم که باهایان یا بقیه مذاهب رو به رسمیت بشناسید، ولی در قدرت دولت ایران هستش که حمایت بکنه و از حقوق اقلیت‌ها و حقوق اونها رو تضمین بکنه. کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران توسط اطلاعات سپاه تعطیل شد. این در حالی است که صبح روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماموران اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به کلیسای جماعت ربانی مرکز رفته و کشیش روبرت آسریان، استاد الهیات مسیحی آن کلیسا را دستگیر کرده بودند. به گزارش شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان، به نقل از منابع مسیحی در تهران، روز گذشته مراجعه کنندگانی که قصد ورود به کلیسای جماعت ربانی مرکز واقع در خیابان طالقانی را داشتند، با تابلو تعطیلی کلیسا بر روی درب آن مواجه شدند. به گفته سرایدار کلیسا، این تابلو را او به دستور ماموران اطلاعات بر روی در کلیسا چسبانده است. او افزوده است که کشیش سوریک سرکیسیان، رهبر کلیسا، نیز به خادمان و ایمانداران اطلاع داده که روز یکشنبه آینده سرویس کلیسا برگزار نخواهد شد. بنابراین گزارش، یکی از علل دستگیری کشیش آسریان مخالفت او با ممنوعیت ورود مسیحیان غیرقومیتی یا به اصطلاح نوکیشان مسیحی به کلیسای مرکز است. با منصور برجی، سخنگوی شورای کلیساهای ایرانی در بریتانیا، گفتگویی داشتیم در مورد تعطیلی کلیسای جماعت ربانی در تهران.
عرض کنم خدمت شما که اولا ترتیبی این کلیسا فعلا امیدواریم که موقت باشه و از اونجا که رهبران این کلیسا از اعضا درخواست کرده بودن هفته آینده یک شنبه، این همین یک شنبه که در پیش هست، پنجم خرداد ماه که حضور داشته باشن که بتونن اعلانات مهمی رو بشنوند. البته میدونیم که فشارهای رهبران کلیسا بوده برای اینکه خودشون تعطیل بکنن. روشی که در این چند ساله اتخاذ کردن این بوده که فشار رو به حدی غیر قابل تحمل بکنن برای رهبران، با تعطیل کردن خودشون، اعضای خانوادهشون، اعضاشون، یه جو امنیتی و تهدیدآمیزی برای اعضا ایجاد کردن، جلوی در ازشون شماره ملیشون رو خواستن و امثال اینها که مجبور بشن تمکین بکنن به مطالبات غیر قانونی و غیر انسانیشون که مثلا کلیسا رو تعطیل بکنن. وقتی کلیسا این مسئولیت رو متوجه مسئولین امنیتی میکنه، دولتی میکنه، مثلا توی یک جلسه علنی میگه که ما تحت فشار هستیم که این جلسات رو تعطیل بکنیم، خب این خشم مسئولین رو برمی‌انگیزه، در این که تمام تلاششون این هست که این فشارها و عواقبی که برای کلیسا داره متوجه اونها نشه، که مثلا فردی مثل آقای جواد لورجانی رئیس ستاد حقوق بشر و حقوق قضایی بیاد مثلا در مجامع بین‌المللی بشینه بگه که نه، مسیحیان و اقلیت‌های دینی در کمال آزادی به سر می‌برن. این دروغ محضی بیش نیست. با این فشارهایی که این روزها مواجه هستن، رهبران برجسته مسیحی در کلیسای ایران دستگیر میشن، زندانی میشن، فقط به این خاطر که میگن که ما جلسات ما رو نمیتونیم محدود به یه عده خاصی بکنیم، جلسات ما به زبان فارسی است. این رو نه قانون منع کرده، نه حتی تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی که باید تضمین کننده این حق باشه موافق این هاست. بنابراین فشار برای تعطیل این کلیسا فقط مربوط به این نیست. شما دقت بکنید در این چند سال گذشته از کلیساهای کوچکتر شروع کردن، رفته رفته شهرستانها و بالاخره الان به تهران رسیدن. یکی از بزرگترین کلیساهاست کلیسای جماعت ربانی که به زبان فارسی جلسات رو داره و تمام تلاششون اینه که به یک نحوی این امکان رو برای اینکه افراد بتونن به زبان فارسی در مورد پیغام مسیح بشنون جلوگیری بکنه. مسعود برجی با ما بوده از لندن و حالا سری میزنیم به آن سوی میله های زندان. نیروهای امنیتی تعدادی از فعالان سیاسی را در شهر لاهیجان بازداشت کردند. حکم شلاق در ملأ عام دو متهم به سرقت در برازجان به مورد اجرا درآمد. جمهوری اسلامی ایران گزارش های حاکی از حضور نیروهای خود در سوریه را تکذیب کرد. این تکذیبی یک روز پس از آن ایراد شده است که گروه دوستان سوریه در نشست خود در اردن از ایران و حزب الله لبنان خواست نیروهای خود را از سوریه خارج کنند. مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه نیز میگویند که نیروهای نظامی ایران هم در جنگ داخلی به نیروهای دولتی کشورشان کمک میکنند. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به تلویزیون رسمی ایران گفته است که هیچ نیروی ایرانی در سوریه حضور ندارد. ایران مهمترین همپیمان منطقه نظام بشار اسد است. جان کری وزیر امور خارجه امروز گفت که مذاکراتش با رهبران اسرائیلی و فلسطینی برای از سرگیری مذاکرات صلح میان دو طرف بسیار سازنده بود. آمریکا امید دارد که با مذاکرات دو روز گذشته با رهبران فلسطینی و اسرائیلی بتواند مذاکرات صلح خاورمیانه را احیا کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری گفته است که پس از مذاکرات جداگانه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات گردان فلسطینی، اکنون دو طرف به زمان گرفتن تصمیم‌های سخت رسیدند. 12 سال پس از آنکه آمریکا جنگ علیه تروریسم را آغاز کرد، اکنون به نظر می‌رسد باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور می‌خواهد این جنگ را خاتمه دهد. جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا این جنگ را که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 آغاز به جنگ جهانی علیه تروریسم توصیف کرده بود. به گزارش شبکه CNN، باراک اوباما شامگاه پنجشنبه در سخنانی گفته است که آمریکا بیش از یک دهه در جنگ به سر می‌برد و این جنگ همچون هر
جنگ دیگری باید پایان یابد. کاهش عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی علیه پایگاه‌های اسلام‌گرایان القاعده ببخشید در یمن، پاکستان و افغانستان و همچنین بستن زندان گوانتانامو از جمله مواردی است که اوباما به آن اشاره کرده است. البته به نظر می‌رسد طرح‌های اوباما برای مقاومت‌های در کنگره آمریکا مواجه خواهد شد. برخی محله های استکهلم پایتخت سوئد برای پنجمین روز پیاپی شاهد خشونت و درگیری میان نیروهای پلیس و معترضان است. این درگیری ها پس از آن آغاز شد که نیروهای پلیس در محله مهاجرنشین یک پیرمرد حامل چاقو را به ضرب گلوله کشتند. در روزهای گذشته جوانان معترض تعدادی خودرو، دو پایگاه پلیس، دو مدرسه، یک رستوران و چند مکان عمومی دیگر را به آتش کشیدند. و حالا اخبار کارگری امروز. در شیراز گروهی از آتش نشانان و مأمورین فضای سبز شهرداری که مشغول خاموش کردن آتش بودند به دلیل رانش زباله ها به حفره‌ای به عمق 30 متر سقوط کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 12 شهروند ایرانی و 8 شرکت را به فهرست تحریم‌های خود علیه ایران اضافه کرد. تصویب این تحریم‌ها یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی از توسعه برنامه هسته‌ای ایران سخن گفته بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این افراد و شرکت‌ها مسئولیت تأمین خدمات و لوازم ضروری و اساسی برای برنامه پنهان هسته‌ای و تسهیلاتی ایران را بر عهده داشتند. شرکت هوایی آبان ایر، شرکت دی اف اس ورلد واید و شرکت ایورکس به علاوه مقام‌های عالی رتبه آنها از جمله شرکت‌ها و افرادی هستند که به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. شرکت پتروگرین در مالزی و حسین وزیری که یکی از مدیران آن شرکت معرفی شده نیز جزو تحریمی‌های جدید هستند. سرتیپ رضا مظفرینیا از معاونان وزارت دفاع ایران و رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دو شرکت و یک شهروند دیگر نیز به دلیل فعالیت‌هایی که به برنامه اتمی ایران ارتباط پیدا می‌کنند در این فهرست قرار گرفتند. در گفتگو با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا از او پرسیدیم در تحریم‌های جدید بیشتر کدام شرکت‌های ایرانی هدف قرار گرفتند؟ این به طور مستقیم الان 3 تا شرکت ها و نهادهایی که در این بخش ها کار میکنن، بخش انرژی، بخش حمل انرژی، برای اولین بار تمام مشتقات صنعت انرژی که خب خیلی یک چیزی نزدیک 150 تا شاید کمتر از 150 تا رو شامل خواهد شد کالاها، و در مرحله سوم تمام صنایعی که مستقیم یا غیر مستقیم به خودروسازی، به خصوص خودروهای سنگین، ولی این شامل خودروهای نیمی سنگین هم میشه، و قطعه‌سازی. اگر ما این 3 بخش رو کنار هم دیگه بذاریم که بخش نفت یا بخش انرژی 25.5% اقتصاد ما در ایران تشکیل میدن، سهم در تولید ناخالص و سهم خودروسازی یک چیزی نزدیک 11% با قطعات و بعد حمل و نقل یک چیزی نزدیک 8.5%، ما نزدیک 40% فعالیت هایی که مربوط به این 3 بخش میشه که سهمشون 40% در تولید ناخالص ملی، الان مستقیم دیگه زیر شدیدترین تحریم ها خواهند بود.
پیش از این کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی زمینه تشدید تحریم‌هایی را فراهم کرده بودند که با هدف کاهش صادرات نفت ایران همراه باشد. از آقای عمادی پرسیدیم تحریم‌های جدید تا چه حد بر صادرات نفت ایران تأثیر خواهد داشت؟ من تصور می‌کنم که اینها بیشتر تاثیرگذار خواهند بود از اون تحریم‌هایی که در پنجره زمانی فروردین تا خرداد پارسال تقریباً 11-13 ماه پیش معرفی شدن، به این خاطر که برای اولین بار در چارچوب این تحریم ها به طور مستقیم و خیلی مشخص اشاره میشه که کشورهایی که واردات نفت خودشون رو بر مبنای یک اسکیل، یک جدول مشخص پایین نیارن، اینها تمام بخش خرید انرژی و تصفیه و پالایش انرژی مستقیم شامل جریمه ها و محکومیت های مربوط به این تحریم ها خواهند شد. ما دیدیم که در همین چارچوب کشورهایی مثل کره که شهریور ماه وارداتشون رو بالا آورده بودن، الان به شدت واردات نفتشون از ایران دارن پایین میارن. ارزیابی من اینه که این حتی ممکنه سنگین بودن این محدودیت به اندازه‌ای باشه که حتی چین هم که بزرگترین خریدار خامخر صنعت انرژی ماست، اونها هم ممکنه یک مقداری تجدید ارزیابی بکنن در خریدهاشون از ایران. و سوال آخر این که وضعیت صادرات ایران از زمان تشدید تحریم ها چه تغییراتی داشته و تحریم های جدید آن را دچار چه نوساناتی خواهد کرد؟ من تصور میکنم که این شاید دور از آمارهایی که همه شما نداریم نباشه، آمارهای واقعی در مورد انرژی ایران که یک چیزی نزدیک 25-30% صادرات ما در، اگر اینو در کلان جمع بندی بکنیم، انجام درآمد صادراتی انرژی حتما پایین اومده. من تصور میکنم این از جبهه محافظه‌کارانه. اگر الان که ما در اردیبهشت و خرداد سال ایرانی هستیم نگاه بکنیم، من تصور میکنم که اینو میشه گفت که ما 30-35% درآمد ارزی ما از صادرات انرژی پایین خواهد اومد که من تصور میکنم اگر این هدف به دست بیاد برای مدیران تحریم در ایران، ما شاهد شدیدترین کمبود درآمد ارزی از زمان ملی شدن صنعت نفت و زمان دکتر مصدق خواهیم بود که این موقع باید برگردیم ببینیم اون موقع چه صدماتی به اقتصاد ما خورد. با دکتر مهداد عمادی بودیم از لندن. مقامات فعلی و سابق آمریکایی مدعی شدند ایران حملات سایبری خود علیه شرکت‌های بخش انرژی آمریکا را تشدید کرده است. در آخرین مورد از این حملات، هکرهای ایرانی توانسته بودند به نرم‌افزارهای کنترلی نفوذ کنند که قادر به دستکاری در خطوط لوله نفت و گاز آمریکا است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشته است مقامات آمریکایی این مسئله را بسیار نگران کننده و خطرناکتر از حملات چینی‌ها برای به دست آوردن اطلاعات حساس علمی و صنعتی ارزیابی کردند. بنابر این گزارش، مقامات آمریکایی هشدار دادند که ایران به آستانه تحریک آمریکا به انتقام‌جویی نزدیک شده است. و حالا نگاهی می‌کنیم به اخبار انتخابات امروز. محمد قرضی: در مسئله سوریه در حال مذاکره با آمریکا هستیم. حسن روحانی: مشوق اصلی من برای حضور در انتخابات آقای هاشمی رفسنجانی بوده است. فعالیت‌های رسمی تبلیغاتی علی اکبر ولایتی صبح امروز با حضور در مرقد آیت الله خمینی آغاز شد. محمد باقر قالیباف با حضور در خرمشهر رسما تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کرد.
مراسم خاکسپاری دکتر منوچهر ثابتیان امروز در شهر لندن برگزار شد. دکتر منوچهر ثابتیان یکی از بنیانگذاران کنفدراسیون دانشجویی، جراح و نویسنده ایرانی مقیم بریتانیا بود که 12 ماه می در اثر بیماری سرطان ریه درگذشت. در حاشیه این مراسم با لطف‌علی خنجی مصاحبه انجام دادیم که با هم می‌بینیم. آقای خنجی خیلی لطف فرمودید. توی این هوای بعد بسیاری از ایرانیان و غیر ایرانیان اومدن برای اینکه آخرین خداحافظی رو شاید با آقای دکتر ثابتیان بکنن. چرا اینقدر آقای دکتر ثابتیان مورد علاقه همه قرار گرفته؟ برای اینکه ایشون واقعا یک انسان واقعی بود. من از این مخصوصا خوشبختم که کسانی که در روزگاران گذشته با ایشون تضاد سیاسی داشتن، امروز با چشم گریان و از راه‌های دور آمدن، بعضیاشون اصلا راه رفتن برای خودشون مشکله، به کمک عصا و به زحمت راه میرن. این نشونه روح بزرگ دکتر ثابتیان هست که در ورای برخوردهای سیاسی و طرفگیری ها و غیر اینها یک انسان بزرگ بود، هم در مقام پزشک و جراح و در هم در مقام یک فعال سیاسی و به طور فراتر از همه اینها در مقام یک انسان به همه هممیهنانش که باشون آشنا بودن میرسید و حتی به غیر هممیهنانش هم میرسید و از هر نظر یک انسان واقعی بود. من فکر میکنم که ایشون میتونست وقتی که مخصوصا با هموطنانش مشکلی داشتن، میتونست هر گونه برخورد و نگرش سیاسی رو فراموش بکنه و واقعا برسه به اون هموطنی که یک مشکلی داشت. مشکل هم لازم نبود حتما فقط در عالم پزشکی باشه، میتونست چیزهای دیگر هم باشه. یعنی این تفکیک رو میتونست قائل بشه که حب و بغضهاش با دیگران ربطی به طرفگیری‌های سیاسی ایشون یا دیگران نداشته باشه. امروز 3 خرداد ماه سالگرد آزادسازی خرمشهر است. این شهر در سال 1361 پس از 578 روز اشغال توسط نیروهای عراقی در عملیات بیت المقدس آزاد شد. توجه فرمایید. شنوندگان عزیز توجه فرمایید. خون شهر، شهر خون آزاد شد. خرمشهر آزاد شد اما آباد نشد. این جمله است که همیشه در این خطه از ایران به گوش می رسد. این شهر هنوز هم جنگ زده است. عبدالله سامری نماینده مردم خرمشهر در گفتگوی اعلام کرد که نبود مدیریت صحیح علت بازسازی نامناسب این شهرستان است. سامری همچنین از بیکاری مردم و وضعیت وخیم آب و فاضلاب این شهر سخن گفت. در همین رابطه محمد علی نورانی از فرماندهان دوران جنگ و قائم مقام دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین میگوید خرمشهر بعد از آزادی مجدداً اسیر شد، اما این بار اسیر فقر، بیکاری و خرابی. وی با اشاره به کاروان راهیان نور که از سراسر کشور با هزینه گزاف و سازماندهی عظیم به سمت مناطق جنگی میآیند اما با عبور از حاشیه شهر خرمشهر به شلمچه میروند میگویند شلمچه مقدس است، اما مردم در این کاروانها از خرمشهر چه میبینند؟ و به سراغ نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران میریم. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. به همراه بردیا با شما خداحافظی میکنم. شب روزتون خوش و خدا نگهدار.